سلام و خسته نباشید دارم خدمت تک تک شما هموطنای عزیزم. انشالله که در هر کجایی هستین جور و صحتمند باشین. باز هم ما و رستم جان آمدیم در یکی از فروشگاه شهر کابل، میخوایم خریداری خوب داشته باشیم. سلام رستم جان، به خودت خوب هستی؟ تشکر گیتا جان، سلامت باشی. من هم کاملا خوب هستم و سلام و وقت بخیر هم تقدیم میکنم خدمت همه شما بیننده های عزیز که همین لحظه بیننده چی بخریم هستین. خدا کنه که خوب باشین و امروز ما و گیتا تصمیم گرفتیم که یک خریداری بسیار خوب داشته باشیم. البته یک تحفه گیتا میخواد که به یکی از دوستاش خریداری بکنه و ما هم میخوایم که با مادر کلانم یک تحفه بسیار خوب از این دکان خریداری بکنم، که بالاخره هر دوی ما با هم فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما یک چادر خریداری میکنم و گیتا هم اگر چادر بسیار مقبول پیدا کرد، چون که خورخندت فکر کنم جوان است دیگه، طبعا بهش یک چادر مقبول خریداری میکنی، از این خاطر میریم با هم یکی از دکانایی را پیدا میکنیم که اجناس بسیار مقبول و زیبا داشته باشه. بله دوست عزیز، در مارکت محب زاده واقع پل سرخ شهر کابل هستیم. دکانی هم که مد نظرم است دکان افغان جولری، که در اینجا چادرهای بسیار مقبول داره، گرچه زیورات و گپام هست اما زیاد چادر فروشی است فکر میکنم. در اصل بریم ببینیم داخل دکان چی چیزایی میتونیم پیدا بکنیم. گپ بسیار خوب است گیتا جان، پس همین لحظه با هم میریم. با ما باشید. بله دوست عزیز، داخل دکان هستیم. شما میبینید که چقدر چادرهای مقبول و زیبا در دکان است. رستم جانم فکر میکنم کدام گفتنی داشت. بله گیتا جان، چادرهای بسیار مقبول در اینجا گذاشته شده. باز بعضی چادرهایی است که گفتگان تا شخشنگ است، زیاد دیزاین دار است، و بعضی چادرها است که ساده تر است و کسایی که دوست دارند که رنگای ساده بپوشن و در کل مو استایلشان سبکشان ساده پوشی است، میتونن که رنگای را انتخاب بکنن که خیلی آرام باشه و در هوای گرم تابستان هم بتونن خیلی از او استفاده بکنن. و ما فکر میکنم گیتا که در هوای گرم بیشتر چادرهایی را ترجیح میدن که نازکتر باشه و به اصطلاح نخی باشنی، که زیاد گرمی بر آدم پیدا نشه. بله رستم جان، چادرهای نخی را زیادتر خریداری میکنن دوستای ما، به خاطر که یا خود ما شخصا به خاطر که هوا گرم است، در هوای گرم مو چیزای نخی که کم سرد باشه بیشتر استفاده میشه. قسمی که رستم گفت چادرهای بسیار مقبول، رنگهای مختلف و دیزاینهای مختلف در اینجا هست، شما میبینید در بک‌گراند. البته و چادرهایی که به محفل هم استفاده میشه، البته چادرهای پنجابی و بعضی چادرها هم که روزمره استفاده میکنید اینجا هست. رستم جان، قسمی که خودت در ابتدا گفتی خورخونده ما یکمک شوخ است، از او خاطر طبعا جوان هم است، از او خاطر یک چادر انتخاب میکنم که به مو شخصیت خودش دیگه همخوانی داشته باشه، مطابقت داشته باشه، چون یکمک خودش میگن خوشخوی و شوخک است دیگه. از خاطر یک بسیار خوب گیتا جان، در اون قسمت بالا بعض دیزاین هایی است که بسیار مقبول بالو میشه از دور و جلادار هم است، نمیفهم که از او رقم چادرها میپوشه یا نمیپوشه و تکش نازک است یا خیر. ولی پیش از او که به طرف از او بریم، بهتر است که از خود فروشنده دکان پرسان کنیم که کم معلومات بتن، چون که یکم بالاتر هم اونجا چادرها گذاشته شده، قد ما نمیرسه، مجبور یک چوکی را بانیم، قد از او خیلی نمیرسه، از بکره میشه که چوکی بالاش کنیم که باز او چادر را پایین بکنه. خب بهن شما ادیب جان، خوب هستی؟ صد خوب زنده باشین. شما چطور؟ تشکر، سلامت. ما هم کاملا خوب هستیم. خاله گیتایت هم خوب است. و صنف چند مکتب است؟ صنف نوی مکتب. صنف نوی مکتب فروشنده هم هستی؟ بله. خوب. نام خودم تو صحتمند هستی و در ضمنش با جرأت. اینال بیا این قسمت که بینندام چهره خودت خوب ببینن و درباره چادرها بر ما معلومات بدی، به خصوص همون چادرهایی که در قطار اول بند شده. او چادر های دو بالا زده فعلا در این فصل قدر کس نمیخره و بازینی چادر های ما که هسته از اینها فعلا زیاد فروش داره ما، به خاطر که نازک هم است، نخی هم است. باز کسی که برای محفل میخواست اونو چادر های چیز داره ریسری و گپا بیارم میگه دیگه، اونو چادر های چیز هم داره پنجابی رو دیگه، این چادر های خامک دوزی رو هم داره، در چادر ها زیاد داره. بسیار خوب گیتا جان، این چادر های خامک دوزی رو خودت میشه بگیری؟ خب یک رم نمونه شما میشه که نشان بدی بر بیننده عزیز؟ میشه؟ یعنی رنگش؟ خب این رم
ادیب جان کی ها زیاد استفاده میکنن، دختر خانم ها یا خانم هایی که سن سال بالا داشته باشن؟ ایرا خانم های سن سال کلان داشته باشن برای محفل میگیرن. محفلشان؟ بله، باز برای روزمرک میرفتن از اون سال ها میرن. اینه گیتا جانم امتحان کرد، بسیار نمودت میتم اگم با واقعیت رستم جان من ایره برم آینده خود بسیگرم با ایندهت خوب است، یکان تصمیم داشته باشی به سایلت که داینده بخیر باز چه رقم چادر است خواهی وقت رستم جان انشالله که میبین. خب گیتا جان، رنگ های مختلف از این است، بینیدهای عزیز میشه که تصاویرش داشته باشن، مثلا رنگ سیاه داره، رنگ چی است؟ ارغوانی؟ تربوزی، گلابی، سبزابی، گلابی، شیچایی و گلابی البته و سفید، رنگ سرخ، یاسمندی رنگک، طلایی، کریمی، سبز، زرد. دیزاین های هر کدامش فرق میکنه. اینی را بر بیننده نشان بدیم که کلن دختش چه رقم است و رنگش. ادیب جان میشه اینجا بیای و ایران نشان بدی بر بیننده. خب این ساخت کجا از چادرها؟ یا ایرانی سویه. از ایران میه؟ به خاطر که وقت از چین میمرد، حالا رای چین بند است، فعلا از ایران میه بر ما. باز چندی است؟ یا قیمتاش ده 130 افغانی میه. 130 افغانی. خب یا دیگه کلن کار ماشین است نه؟ بله. بسیار خوب، دیزاینش مقبول است. بعض چادرهای دیگه هم در اینجا هست که دیزاین نسبتاً متفاوت داره، یعنی از لحاظ شکل، از لحاظ تکه و حتی از لحاظ دیزاین کلن متفاوت است نسبت به دیگه چادرها. گیتا جان این قسمت چادرها را من در بعض فیلم های قدیمی بگویم یا بعض فیلم هایی که سال های پیش بوده بیشتر فکر کنم که استفاده می کردن خانم ها و میشه که بر بیننده های عزیزم ایره نشان بدی گیتا جان ای چی نوع یک استایل است؟ ادیب جان خودت بگو برما. این را در بعض مردم لویسری گفتن میگیرن و بعض مردم سیگوشه میگیرن. مشتری ما زیادتر سیگوشه گفتن میگیرن در این در دوازده دزاین داره. مگم یک دیزاین بسیار خاص است نه؟ بله ها، مشتری خاص ما از ما میگیرن. بسیار خوب رستم جان، یکان چیزی که از قدیم باشه باز پس دوباره فکر میکنیم که در این وقتا زیاد مود شده، زیادتر چیزای قدیمی البته تا جایی که من میبینم. تو ایره امتحان نمی کنی؟ ایره میگم امتحان کو، باز این موقع دیگه برات مساعد نمیشه که چادر مختلف امتحان کنی. آها، باز میشم مو بهترینشه خودت بر خودم انتخاب کنی. بسیار خوب. آها، نه بسیار خوب، تام خوب میگه. میشه داینا هم ببینی خودت؟ اگر خودت دیده باشی رسام جون، در برنامه یک چادر هم قسم دارم. خب ما فراموشم شده به خاطر از اینکه چادرهایت نام خود بسیار زیاد است، هر رنگ داری، از او خاطر از پیش آدم کم گدوت میشه. خب این هم بسیار مقبول بود، قیمت از این چند است؟ قیمت از 150 افغانی. 150، چرا 20 روپا قیمت است؟ این به خاطر که این زیادتر فروش داره، یک زیادتر فروش داره، یکی یا کمیافت است. کمیافت است؟ چرا کمیافت است؟ خب یا به خاطر که از اون دوران قدیم مود لال قدر کس در فکر از یا نیست. خب بعض دوکان ها دیگه از یا میارن، کلگی نمیارن نه؟ آه کلگی نمیارن. خودت خلاقیت کردی آوردی؟ آه ما آوردم برای مشتری ما بیا. آفرین، بسی هوشیار دیگه، از همین سن دیگه در فکر خلاقیت ها مثلا بعض مفادایت هست. بله ها، دکاندار باید اما تو باشه نی؟ خیلی خوب رستم جان، امرای ادیب جان قصه دارم من مصروف چادر. خب گیتا جان بسیار خوب، میبخشی انتخاب خود تامان به گفته گیتا، راست میگه من امرای ادیب جان دیگه یک کم در قصه گرم آمدم. خب ادیب عزیز خود خانم های یکی دیگه خود که بینن بازیات در قصه میکنن گپ میزنن، حالا برعکس شده. نه بابا بسیار زیاد جالب بود به خاطر که ادیب جان نام خدا با می سن و سال خورده که داره بسیار بچه با استعداد است و یک فروشنده بسیار خوب است، به او خاطر من خواستم که چند سوال از پیشش داشته باشم. گیتا کدام چادر دیگه انتخاب کردی چطور؟ چادر تا حالا انتخاب نکردیم، نمی چورت هستم که چی را انتخاب بکنم، چادر زیاد است نام خدا اینجا، باز بالاخره به نتیجه می رسیم. خب. چادر... قسمت بعدی را می بینیم، چادرهای ساده. چادرهایی که خود... چادرهایی که کلن فقط یک رنگ است و مثلا خود گیتا جان می فعلا یک رنگ پوشیدی، چادر ساده هیچ دیزاین نداره، فقط یک رنگ مشخص داره و این طرف هم انواع و اقسامش است. خودت فکر کن میره انتخاب کردی؟ چادر بود که ادیب جان بر ما پیشنهاد کرده بود، گفت از این زیادتر دوستا میبرن خریداری میکنن، هم برای هوای گرم است، یک بارم ایره امتحان میکنیم دیزاینش رو ببینیم که چه رقم است. بسیار خوب، این دیزاین هم گیتا امتحان بکنه ببینیم که برش چطور معلوم میشه.
رنگا خوب مال میشن حالا به همون خوارخونده یا به دوست جانم ما بسیار خوب. آها این رنگ هم واقعا بسیار خوب میگه دیگه. امیدوار هستیم که به خوارخونده خودت هم همتو خوب ببینه انشاءالله که خوب خواهد گفت. یکان چیز دیگر هم میبینیم باز اگر نه خیر از باز اگر خوب نگفت باز میشه پس گیتار بگیم آدمی دوکان پس میاریم برش تبدیل میکنیم. چطور ادیب تبدیل میشه؟ خواهش کنم گفت نیست دوکان خودتان است. بسیار خوب میشه این طرف استاد شوی و بینین دابی بینین ایره بسیار مقبول است نه؟ دیزاینش زیباست. خودت چطور گیتار خوش داری از این دیزاینه؟ رنگش از کلش که در رنگش بسیار مرا خوشم آمد. رنگ بسیار مقبول که رنگ فولادی رنگ داره. رنگ آرام بسیار مقبول. بودم یک امتحان کو البته وقتی که میگم امتحان کو خواهش از دیگه گیتار فکر نکنین رستم دیگه کل شادرهای دکان از هر من امتحان میگه بکن. چطور میگه؟ بسیار خوب دیگه حرف نداره کل چادر خیلی خوب میگه کل شما میگه من تا از دیگاهش که دیگه خوبتر معلوم میشه چون که رنگ کالایت سیاه تاریک است و این رنگ روشن است بسیار واضح و برجسته معلوم میشه. خب این رنگش مقبول است انال خودت هم خوشکو که خودت هم خریداری میخواستی. خب بخوار خونده ایت خیلی کدامش انتخاب میکنی توفه؟ کدامش انتخاب کنیم؟ به نظر من خود دیزاین ها واقعا کالش بسیار زیاد مقبول بود ولی ای دیزاین هم خوب بود یعنی خوب معلوم میشد. اگر باز نظر من شخصی میخوایی ما واقعا هر کس مثلا مو ذوقش یا سبکش فرق میکنه ما ترجمه تو مو دیزاین ها مقبول تر یعنی متفاوت است. او چادر ها متفاوت است از اون چادر که خودم دارم. بله درست است. پس از اون خریداری میکنیم. رنگش مربوط خودت میشه هر کدامش به نظر خودت بهتر برش معلوم میشه که همون انتخاب. درست است گپ خوبی است. بس ایره خودت ادیب جان میشه پاس کنی اگر قدرت نمیرسه بیار کنم منم ماشو قدمم میرسه باز قدمم میرسه باز پسان منظم بعد از برنامه جورش میکنیم. حالا گیتا جان هم رنگ دلخواهت هم میشه که از بین از این چادران انتخاب بکنی چون که تکش هم راحت تر بود نرم تر بود و خیلی راحت در فصل گرما میشه استفاده شوه. اگر جلد روشن داره رنگ تاریکش انتخاب کن. اگر نه که جلدش نسبتا تاریک تر است بس خوب است که یگان رنگای روشن انتخاب کنی. همین رنگش چطور است رسم جان؟ رنگش مقبول است. واقعا رنگ مقبول است. رنگش زیباست به نظر من یکم که سنگین تر است. و اینی رنگ هم اگر دوست داشته باشی اینی رنگ هم زیباتر است. این رنگ سرمه ای رنگش خوب است. پس امو رنگ میبینی؟ بسیار خوب. ادیب جان باز تخفیف هم در نظر مچم که میگیری بر مشتریات یا نه؟ خیر کامونگه پنیز بر شما تخفیف ویژه میده. خب بسیار خوب. این همی تخفیف های ویژه تان بسیار خوب شست. با کل تخفیف ویژه است یا فقط بر ماست؟ او بر مشای خاص ماست ده تخفیف ویژه. ما خاص هستیم یا عام؟ نه خاص هست نشد. خواه تشکر خودت هم خاص هستی. بله هم سازه با معلوم میشه و واقعا این رنگ مقبول است. بله دیزاینش هم متفاوت است رنگش هم بسیار مقبول است و من مطمئن هستم که برش بردی حتما مشتری از این دوکان میشه و میگه که من دیگه هر دفعه چادرهای دیگه از این دوکان میخرم. باز در نتیجه فایده ادیب جان میشه. سیز؟ سیز کنگ رفت در من فیصدی دیگه مجبور از زمو فایدهت بر من بدی. خیر کنگ رفت نیست کل شما شما بدی. تشکر شوخی کردم. بابتی باز خدای نخواست مجبور است دیگه دوکان تبخی بسته کنی. رسم جان خودت چادر که میخواست انتخاب کنی چطور شد؟ من میخواستم که یک چادر بسیار سنگین انتخاب بکنم به مادر کلان خودم به خاطر از اینکه من بسیار زیاد دوستش دارم و من تصمیم گرفته بودم که یک تحفه بسیار خوب برش بگیرم. البته باز مادر کلان ها و کسایی که سن سال بالا دارن نسبتا همی شال و چادر اینا را زیاد دوست دارن که استفاده میکنن باز به خصوص مهمانی اینا که میرن. من میخوایم که یک چادر بسیار خوب برش انتخاب بکنم. پیشتر بعضی دیزاینر بر من نشان دادن ولی من ترجیح میدم که اینی رنگ شاید بهتر باشه به خاطر از اینکه بر مادر کلان عزیز ما تحفه بگیرم و سنگین تر است به گفته گیتا. چی نظر داری خودت؟ رنگش مقبول است بسیار یک رنگ زیبا و قسم که خودم گفتی رنگ سنگین هم داره مقبول است. یک دمه بازش بکنیم که بینندام ببینن. آه این مکمل دیزاینش هست. خب اگه به زحمت نمیشی البته گیتا دیگه امروز خانه برد چقدر مرا هر چیز بگه که امروز درستم مرا بسیار خسته ساخت از بس که چادر رو امتحان کرده. رستم جان ما به جای مادر کلانه دیر استفاده میکنم. خواه خواه
نمیگم یام برد خوب میگه اگر کدام وقت قرار باشه مادر کلان باشی بزا برد میزیبه خب وقت از مادر کلان رو قرض میگیرم چطورش آه هیچ مشکل نیست ولی من فکر نکنم مشخصا به کسایی باشن که مادر کلان باشه یا سن سال بالا داشته باشه حتی من بعض دختر خانمای جوان هم میبینم که از این رقم چادر استفاده میکنن چون که مثلا نازکتر است و راحتتر پوشیده میشه استفاده میشه خب این هم بسیار مقبول است و قیمت از این چند است؟ قیمت از این 120 افغانی 120 افغانی خب یک چادر من انتخاب کردم و یکی هم گیتا انتخاب کرد اینال قیمتایش بر ما تخفیف بده چقدر میشه؟ خیر اونویش یک بار 150 افغانی گفتم اونو 130 افغانی حساب میکنم و اینش 120 گفتم 110 افغانی حساب میکنم اون رو که 120 افغانی گفتی 100 افغانی حساب کن و اون رو که 150 افغانی گفتی 120 افغانی حساب کن صحیح است؟ خب بسیار تشکر خمیره بر ما بسته بندی کن یک دفعه گفتیمش گفت خواست ایز گفت نیست دکاندار چی میگن؟ با قناعت و خوش برخورد بسیار خوب بعض دکاندار هستن باز هیچ کم نمیکنن نمیگن که یک رو پام کم نمیشه باز او را کم که کنن مشتری خود از دست میتن و باعث ده پس رفت خودشان است ده مشتری خود از دست میتن آفرین این راز پیشرفت خود تمی است که مشتری را جذب میکنی نه؟ بله به خاطر که ما مشتری را جذب نکنم باز نمیشه کار دکان آفرین گپ بسیار خوب است ادیب جان هر دوی ازیر میشه که در پلاستیک خودت بگذاری که ما و گیتا هم ببریم دیگه باز یک پلاستیک بسیار مقبول بان که ما تحفه میبریم صحیح است تشکر خودت رفتم میتونی ادیب جان و تشکر میکنم از شما بیننده های عزیز که تا لحظه با برنامه افغان شاپینگ یا چی بخریم هستین فراموش نکنین که چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا رو سابسکرایب بکنین و کامنت هایتون حتما با ما شریک بسازین بیننده های عزیز تا ای که ادیب جان فروشنده دوکان چادرها را بر ما بسته بندی بکنه گیتا بعضی چادرهای دیگر هم دیده میخوای که به شما عزیزان نشان بده اگر خوشتون آمد شما میتونین که خریداری کنید رستم جان این چادرها را فقط به کسایی که بیرون از افغانستان هستن چون چادرهای پنجابی است زیاد فکر میکنم کسایی که بیرون از دور از افغانستان و بیرون از افغانستان زیادتر خوش دارن باشون خواستم یک نشان بدم که اونا مگر دوست داشته باشن باز میتونن که البته اگر دوستاشون اینجا باشه با اونا بگین که باشون اینا از این چادرها روان کنن بسیار مقبول است واقعا خب این هم گیت هم تا هان میکنه و قیمتش هم 400 افغانی است قیمتش نسبتا بلندتر است چون که بعضی دیزاین ها و چیزا هم دارن مثلا آینه دایش استفاده شده و بعضی گلدوزی ها و اینا از او خاطر قیمتش یک اندازه بلندتر است خب رنگ های بعدی شام گیتا جان هم تو میشه بر بیننده نشان بدی که ببینن رنگ کریمی شام است اینا دوستا اگر دوست داشته باشن باز رنگ سبزابی یا زنگالی بگویم زنگالی رنگ سیاه و رنگ گلابی رنگ تمام رنگش مقبول است خب بیننده عزیز ادیب جان فروشنده دوکانم چادرها را بسته‌بندی کرد داخل پاکت مانده ما مست پیشش میگیریم خب ادیب جان تشکر یز خودت از گیتا جان و چادر بعدی که ما توفه گرفتیم به مادر کالانم خدا کنه که خوشش بیه و مطمئن هستم کسایی که میخواین دیزاین های خوب استفاده بکنن و کسایی که میخواین همیشه شیک معلوم شون حتما رنگ های را انتخاب میکنن که به خودشان به جلدشان یا مثلا به سن و سالشان مناسب باشه و ما و گیتا هم چند اصل را امروز در برنامه رعایت کردیم خدا کنه که شما عزیزا هم از دیدن برنامه لذت برده باشه بله و جا داره که من تشکر کنم اول از ادیب جان از اینکه همکاری خیلی خوب داشتن با ما و دوم از شما عزیزایی که بیننده برنامه ما بودین تشکر از تمام شما منتظر دیدگاه هایتان هستیم دیدگاه هایتان حتما با ما شریک بسازین چینل یوتیوب تلویزیون آرینا را همچنان سابسکرایب کنین تا برنامه بعد خدا نگهدارتان بله بیننده های عزیز تشکر از ادیب عزیز گفتنی داری بر بیننده من خیلی نکنم گفتنی خاص ندارم سلامت باشی موفق باشی زنده باش کنگ از شما هم تشکر میکنم هموطنان عزیز هفته بعد منتظر ما باشین وقت خوب و خوش خدا نگهدار